به کوشش خود به بوستان‌های پرطراوت امروز مبدل ساختند تا دیگر دستانی از مهر نوازش خونین نشود. تقدیم آنانی که قدم‌هایشان را در راستای آبادانی وطن و رفاه هموطنانشان بر می‌دارند و با دستانشان بذر محبت صمیمیت می‌فشانند و با همت بالایشان بر چشم دشمنانشان خاک می‌پاشند. سلام بر شما و مقدمتان گلباران. سپاسگزاریم که دعوت ما را لبیک گفته و با حضور سبز و یکرنگ خویش محفلمان را مزین نموده. نخست گامی بر معرفت خود و آفریدگارمان برمیداریم و گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط آقای انوری. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
و آگاهی دهی در قسمت حقوق خانم ها و اطفال در از این بار ما و مؤسساتی که در نهادها و آرمان هایی که در ولایت بامیان فعالیت دارن همکار خود بودیم و همکاری و همیاری شما یعنی فعالیت هایی که دفتر شبکه زنان افغان در ولایت بامیان خواهد داشت بیشتر همکار و همیار همراه جامعه مدنی خواهد بود. تشکر میکنم از شما، از همه شما عزیزا که وقت سانه در افتار ما گذاری میکنم و عرض میکنم. تشکر. بسیار دشوار
و خسته کننده در جامعه سنتی که ما با اون مواجه هستیم، با مشکلاتی که هست و این نیازمندی به آگاهی دهی بسیار جدی هست و همچنین به همکاری بسیار زیاد و به خصوص علمای ما در اینجا بسیار زیاد میتونه نقش داشته باشد و شما میتونید ارتباط بسیار خوب و نزدیک و محکمی همراه علما داشته باشید تا در این بخش مددگار شما باشد. نهادهای مدنی و به خصوص به نمایندگی از مجمع من به شما قول میدم که آنچه که در توان ما باشد انشاءالله همراه شما همکار خواهد کنیم. کارهای پراکنده زیادی توسط نهادهای مختلف چی دولتی و چی غیر دولتی در قسمت آگاهی‌دهی در بخش حقوق زن صورت گرفته و برای بجای خودش کارهای با ارزشی بوده، اما متاسفانه کافی نبوده، کم بوده و بیشتر این فعالیت‌ها متمرکز به مرکز ولایت بوده و مراکز ولسوالی‌ها. امیدوارم که با این پروژه شما نقاط دوردست را به زنانی که فریادشان به جز خدا به گوش هیچ کس نمیرسه و داد مدد ما برسیم و بتانیم آگاهی دهی را در اون ساحات دوردست که بیشتر از این ساحات نیازمند هست با اونها انشاءالله برسانیم و مددگار از اونها باشیم. بخش دیگر در قسمت ظرفیت سازی زنان، نمیفهم چقدر شما میتونید در این بخش کار کنید. ضرورتی هست که ما باید به عنوان یک نهادی که خصوصا در قسمت زنان کار میکنه روی ازی بیشتر متمرکز شود به خاطر مشکلات زیادی چی از نظر جنگ هایی که بودن، مشکلات سیاسی، باورهای و فرهنگ ها و سنت هایی که در جامعه رایج بودن و مشکلات دیگر. این باعث شده که همه این مشکلات دست به دست هم بدن و نگذاره زنان به او اندازه و به او حدی که نیازمند باشه ظرفیت از ما ساخته شده. نیازمند به فرصت های زیادی هست و به کار زیاد هست. ما بعضی از تبعیضات مثبت که در بخش خانم ها داده شده و دیده کنگ میگیریم، اما میخواییم بگم اینا کفایت نمی کنند و همچنین از خواهران خود از این فرصت استفاده کرده میخواییم که در رابطه با ظرفیت سازی خود بیشتر تلاش کنیم. همیشه منتظر از این نباشید که همیشه با ما لطف شده از طرف یک دیده. ما باید مرکنی که بگم حق دادنی نیست، گرفتنی هست. برای گرفتن حق خود باید تلاش کنیم و همچنین از نمایندگی شبکه زنان افغان هم میخواییم که در این قسمت بتوانند انشاءالله جدیتر و فعالتر عمل کنند. و به خاطر بهبود اینکه ما بتوانیم به این اهداف خرد و کلانی که در نظر داریم برسیم، نیازمند به انسجام و هماهنگی بهتر و قویتر هستیم. گفتیم نهادهایی وجود دارد که تقریبا فعالیت‌های خاص خود را داشتن، اما فکر می‌کنم انسجامی کمتری وجود داره در بین نهادها. انشاءالله با وجود شما در بامیان امیدوارم که این انسجام و هماهنگی و ایجاد شبکه‌ای که شما وعده ما را دادیم فعالین چی؟ یک چیزی به نام نهادهای چی گفتین شما؟ دادخواه؟ کمیته دادخواهی. با ایجاد کمیته دادخواهی، البته ما فکر کنیم کمیته های دادخواهی از زن هم داریم. اگر شب و مینار شما تقویت بدید که ما اینقدر زیاد هر روز یک کمیته ایجاد نکنیم و بعد از اینکه پروژه ما ختم شد و کمیته هم از کار خود بمانه، ما فکر میکنم از ظرفیت های موجود که فعلا در بامیان هست اگر ما بتونیم به صورت درست استفاده بکنیم و روی از اینا سرمایه گذاری بکنیم، به خاطر اینکه تجربه کافی اینا دارد، جایگاه نسبی اینا به در بامیان برای خود باز کرده، اگر ما بتونیم عمل از اینا کار بکنیم و اینا رو تقویت کنیم حتما زودتر به نتیجه خواهد رسید. و همچنین همه از این فعالیت ها و کارهایی رو که انجام میدیم هدف ما دادخواهی هست از حقوق زن، موجودی که متاسفانه به دلایل همیشه پس رانده شده و همیشه تحقیر شده و همیشه به فراموشی سپرده شده و این خیلی وقتا آگاهانه صورت گرفته. این کارها اینطور نیست که ما بگیم ناآگاهانه، خیلی وقتا تعمدی وجود داشته که گروهی و طیفی به نام زن عقب رانده شدن و عقب بمانند و این مستلزم از این هست که ما باید فعالانه، آگاهانه و با یک شور و اشتیاق
و مجال کردن تمام مشکلات تلاش کنیم تا به حقوق خود دست پیدا کنیم و همیشه منتظر بخشش و اینکه دیگران به ما به اصطلاح کمک کنند و برای ما پروژه انجام بدن منتظر از این نباشیم. این نیازمند یک همت و یک تلاشی هست که باید خود شما به عنوان زن در این جامعه به اصطلاح علمبردار از این باشیم و اولین گام هایی که برداشته شده این گام ها را شما به پایان برسانید. به امید موفقیت و کامیابی همه شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صمیمانه تشکر میکنیم از آقای احمدی که شما را با ما شریک ساختند. بار الها به عدل حکمتت شکی ندارم. میدانم که هیچ چیزی را بیهوده نیافریدی و عظمتی در خلقت آفریدگانت نهفته است. میدانم هیچگاه نخواسته ای خللی بر انسانیت آدمیانت وارد شود و مشیت امروزمان چیزی است که خود به اراده خویش رقم میزنیم. میدانم تمام نیستی ها در دامان خودمان پرورش مییابد و از شعور خودمان سرچشمه میگیرد. از تمام دردهای امروز جامعه ام میدانم. میدانم که زن این موجود لطیف و مهربان چگونه در کنج ویرانه های جهل و نادانی درد میکشد و ماهیتشان چگونه به زنجیر غفلت بسته میشود. چگونه چون شمع در ظلمت زمانه میسوزد و آب میشود. اما میکوشد صبورانه نسلی پربار را به جامعهش بسپارد. میدانم زن کیست و چه میکند. ما درمانده از غمهایی هستیم که به موجودی چون زن پیوند میدهند و رنجها را در وجود نازکش می نگارند. ما آمده ایم که به این دردها پایان دهیم. آمده ایم تا فریاد بزنیم. ما هم انسانیم. ما هم نفس می کشیم و ما هم زندگی می کنیم. پس آزادانه آواز خود را بلند می کنیم و برای رسیدن به آرمانهایمان تلاش خواهیم کرد و مردان را هم به یاری خویش می طلبیم. از آقای محسنی که از علمای برجسته و همیشه در صحنه باز داریم که در جایگاه حضور پیدا کنند و با سخنان خویش در اجرای خواستهایمان یاری برسانند. قرآن ما شما میگه که با مردم ملایم صحبت کنید،
قلب لین، قول و قولا لینا، سخن لین، سخن ملایم. من مثال بزنم، اگر یک مرتبه شما چی میشه؟ احساسات برانگیز میشه. احساسات برانگیز شد نتیجه منفی میده. و یا اینکه بسیار زیاد ملامت. علی رو میگه افراد فی ملامت یا شد به نار بجاجه. بسیار زیاد روی در ملامت کردن همیشه بگید شما مرسالار این مرسالار این مرسالار این مرسالار بلاخره آتش بجاجه دی طرف ها به حرکت نهیم قبول نمید. برابر این از بجاجت برانگیختن پرهیز و از حربه های غیر مؤثر پرهیز حرکات خود را انشاءالله ادامه میدیم. چیزی که آقای احمدی پیشنهاد کرد خواهر دختر ما شما در جامعه قرار داریم جامعه دیندار و مذهبی بسیار وقت میخواید که ما شما اول همین عرف و آداب و علانات ناپسند دینی و مذهبی را ریشه کن کنیم بسیار وقت ها بود ما چیزی نتونستیم من شخصا 33 سال ها داشتم 33 سال در مبارزه ها بود 67 سال عمری به 33 سال تنها در سنگیزه و تبلیغ بودیم از روز اولی که من مردم زنزور گفته تا امی زمان برای حقوق زنها، تبلیغات، سخنرانی، برنامه ها زیاد و هیچی گفتن که خب ملا آخو زن زوره به خانواده خودم تا هنوز بسیار کم موفق شده ما و شما موفقیت کم بودم دلیلش یه که خیلی وقتا شعارها در برابر سنت حسنه قرار میگیرن و خیلی وقتا در مغز مردم خیلی چیزا بد جای میگیرن مثلا به عنوان مثال مرز بکنم بد حجابی و به حجابی چی وقت ما خدا نخواسته میتانیم حالا علما شما و نوعی که خواستم خدمت شما به عرض برسانم این است که خواهری که در اینجا مسئولیت داره شبکه را رهنمایی میکنم من این طور عرض میکنم شما بر علاوه ای که پروژه را در نظر میگیرید بر علاوه باید فقط دلسوزانه به جامعه خود خدمت کنید و جامعه خود دلسوزانه بالاتر از مسئله پروژه و خاطر که جامعه ما بسیار جامعه محروم و جامعه ما بسیار محرومیت اجازت دید همونطوری که آقای احمدی گفت خیلی بجاجت ها سبب میشه خیلی برخورد ها سبب میشه که خشونت بر علیه زنان و قشر جامعه آسیب پذیر زیاد شود دلیلش هم بسیار دلیل های عمده دیگری داره که این روز دقیقه وقت نمیشم خب ما شما باید این را ارزیابی کنیم علت ها رو پیدا کنیم ناخن اکثر روی معلول نکنیم علت رو پیدا کنیم پس بنابراین من تقاضا دارم که بالاتری از پروژه دلسوزانه به جامعه خود من یک مثال میزنم من یک پروژه گرفته بودم از بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام ادب خدمت همه مؤسسین گرامی ما از همه اولتر تبریکی میگم افتتاح شبکه زنان افغان در بامیان و تشکر میکنم از دولتشان ببخشن که در اول ما یک کمی دیر تر شد که آمده و ما اینجا یک قدم اینه که شبکه رو برای زنان بامیان میدارم که واقعا تشویق کننده دیگر نهادهای زن در بامیان هستند و هر قدمی که در عرصه زنان بالا بره و فعالیت زنان بیشتر شود واقعا تشویق کننده زنانی هستند که اونها همیشه از حق و حقوقشان محروم بودند و واقعا بر خود ریاست امور زنان هم یک دستاورد خوب هستند که چون ریاست امور زنان مدافع حقوق زن است و شبکه زنان افغان میتونند که یک همکار خوب در پروی ریاست امور زنان باشد و همیشه با ریاست امور زنان همکار و همقدم پیش برد. ما دیگر
گفتنی ندارم، تنها خواهش ما از شما ای است از شبکه زنان افغان که در همه وقت با ریاست امور زنان همگام و هم باشد که اختتام این مجلس آغازگر تلاش ها و ارمغان آورنده دستاورد های نیکوی دیگری باشد. جهان سپاس از حضورتان و از اینکه تا این زمان همراه ما بودین. دوستانی که علاقمند باشند میتونن بعد از صرف نان چاشت همراه مسئول شبکه به دفتر برن و رسما دفتر رو اتفاق کنند. خدا من انشاءالله مبارک کنه، امیدوارم که دیگر اینطور صادقانه و شجاعانه کار کنید. در محمد آل محمد صلوات. یه روز یک چپ چپ دیگم کن که از ایش